اگر زنده مانده بود اردیبهشت 96 89 ساله شده بود. مگر زنده نیست که هست، هر چند رخت برکشیده از عالم جسم و کالبد و به سرزمین جانها پرواز کرده، اما هنوز در میان ما زمینیان زنده است. وقتی که در عالم خیال قایقی میسازیم و به آب میاندازیم، و یا وقتی که چترها را میبندیم و زیر باران میرویم، و یا از خودمان و دیگران نشانی خانه دوست را طلب میکنیم، او برقرار است، هرچند که نیست. از جمله‌ام را تصحیح می‌کنم، اگر جهان بخت و اقبالان را داشت که او همچنان در کالبد فیزیکی حی و حاضر بود، امروز در غرب لس آنجلس و در شهر سانتا مونیکا بخت و اقبال آن را داشتیم که در کنار دیگر دوستدارانش جشن تولد او را در کنار عکس‌های منتشر نشده‌ای که امروز توسط دوست قدیمیش برای اولین بار منتشر می‌شود جشن بگیریم و شعری از او نیوشای جان کنیم و عکسی با او به یادگار بگیریم و لبخندش را در کنار خود ثبت و ضبط بکنیم. افسوس که دنیا را سعادت این اتفاق نیست، اما او هست، لابلای دنیای ذهنی ما و دنیای خیالانگیز ما. وقتی که از همه خشمها و هیاهوهای دنیای امروز دست میشوییم و با خود خلوت میکنیم و اشعار او را میخوانیم، 8 کتابش همچنان آرام بخش دل و جان ماست. به این گزارش ویژه توجه کنید. یک شبه 30 اپریل 2017، برای اولین بار در شهر لس آنجلس، شهر فرشتگان، گالری عکس های منتشر نشده ای از سهراب سپهری، شاعر و نقاش چیره‌دست معاصر، در منطقه سانتا مونیکا و در خیابان پیکو به نمایش در آمد. این نمایش به همت و تلاش و کوشش عباس حجت‌بنا برگزار شد. عباس حجت‌بنا یکی از دوستان و نزدیکان سهراب سپهری در سالهای آخر زندگیشون بود و به همین جهت و از این منظر تصور میکنم که این گفتگو برای مخاطبان شعر و نقاشی سهراب سپهری حائز اهمیت باشه. از شما دعوت میکنم به گفتگوی من با عباس حجت‌بنا در خصوص این گالری و ارتباط و رفاقت و دوستیش با سهراب سپهری توجه کنم. عباس حجت‌بنا در خصوص سابقه دوستیش با سهراب سپهری میگوید: سابقه دوستی من با او به اوایل دهه 40 و سالهای 41 و 42 میرسد و این دوستی تا اواخر زندگی او و تا حتی یک روز پیش از مرگ او نیز امتداد و استمرار داشته است. او درباره تاریخ عکس‌های گرفته شده و به نمایش درآمده در این نمایشگاه می‌گوید این عکس‌ها در خلال سال‌های 49 تا 56 و در گرماگرم بازدید از نقاط مختلف و پروژه‌های مختلف معماری و در حین کار و سفر گرفته شده. عباس حجت‌بنا از سفرهای متعدد خود به همراه سهراب سپهری سخن میگوید و میگوید بخش زیادی از عکس‌های این نمایشگاه در حین و لابلای سفرهای متعدد کاری برای عکاسی از پروژه‌های تاریخی و ابنیه‌های دارای ارزش معماری گرفته شده است. عنوان این نمایشگاه سهراب سپهری به روایت عکس‌های عباس حجت‌بنا است و او هدف و انگیزه خود را از برگزاری این نمایشگاه که به اهتمام شخصی و با هزینه‌های صورت گرفته توسط او برگزار شده است را یادگاری برای علاقمندان و دوستداران سهراب سپهری عنوان می‌کند و اظهار تمایل می‌کند که
در فرصت و فضای مناسب امکان بازدید علاقمندان سهراب سپهری از این عکس‌های منتشر نشده فراهم شود. او ضمن اشاره به این موضوع از انتشار کتابی با تیراژ محدود 89 نسخه‌ای صحبت می‌کند و می‌گوید اگر سهراب سپهری زنده بود اکنون 89 ساله بود و من به همین نیت از این عکس‌ها کتابی در نسخه های محدود و به تعداد شمارگان 89 نسخه منتشر کردم که امروز و اینجا در دسترس علاقمندان او قرار دارد و می توانند این کتاب را برای خود تهیه کنند.
از عباس حجت‌بنا در خصوص نحوه آشنایی او با سهراب سپهری پرسش می‌کنم و او می‌گوید برای اولین بار در افتتاحیه گالری سیحون توسط معصومه سیحون در خیابان جمهوری با سهراب سپهری به واسطه معصومه سیحون آشنا شد و این آشنایی برای او بسیار جالب توجه بود، چرا که پیش از این سهراب سپهری را با شعرهایش میشناخت و کتابی از اشعار او را همیشه همراه خود داشت. چه تعدادی از اونها؟ مثلا از استاد جعفر محجوبی، استاد آشاته،
سوسن آبادی مینیاتوریست نادر نادرپور و خیلی دیگه. بعضی هاشون به مناسبتی مثلا جز بوده فیلم کنیم مثلا خود کردن سالگر من ایشان یاد نمیشن این هم توی سال اونجا برم ولی به اون صورتی که بخواهم اینجا Peace.